بشنو از نه چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند که از نیستان تا مرا ببریده اند و از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراغ تا بگویم شرح درد اشتیاق هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وزل خیش به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف نهم مکتب خادی و درس خودتان یعنی درس زیبا و دلچسب زبان و ادبیات دری در ایستگاه بیستم خوش آمدید دوستان عزیز عنوان درس امروز ما یک از شخصیت ها و مشاهیر حوزه ادبیات است این شخصیت کسی نیست جز عباس محمود اقاد مصری در ادامه در حوزه دستور زبان میپردازیم به یک مفهومی در ادامه انواع جمله تحت عنوان جمله بسیط یا ساده راه های ارتباطی ما رو دوستان در این زبان شاگردای مهربان فراموش نکنید کانال ارتباطی ما در فضای مجازی و نمبر 20964 پنج، 255 سی آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما خواهیم بود خب شاگردای نازنین قبل از اینکه وارد درس نو شویم کارخانگی جلسه قبل رو با هم مرور بکنیم که در جلسه قبل برای شما گفته بودیم جمله انشایی را تعریف کرده و مثال بزنید جمله انشایی جمله انشایی جمله انشایی, جمعه انشایی. خب در ادامه انواع جمله اگه خاطرتان باشه ما در جلسه قبل که در واقع کار خانگی جمله قبلی که جمله خبری بود را حل کردیم مثال زدیم توضیح دادیم تعریف کردیم بعد جمله انشایی را گفتیم و برای شما مثالش را آوردیم گفتیم که جمله انشایی در تعریف از چیه دوستان؟ جمله انشایی جمله است که میخواهد بیان کننده یکی از مفاهیم باشد که یا امر است یا پرسش است یا ارزم به حضور شما نداست یا دعاست یا نفی است یا استفهام است میخواد یکی از این معانی را ذکر کند در حالی که جمله خبری به دنبال چی بود به دنبال این بود که احتمال دادن یک خبری را تصدیق کند یا تکذیب کند بگوید این خبر درست است این خبر نادرست است در حالی که جمله انشایی این گونه نبود گفتیم جمله انشایی چی بود دوستان جمله‌ای که بیان کننده امر نه، پرسش استفهام دعا و غیره باشد یعنی جمله انشایی جمله ای است که نمیخواهد یک خبری را یک واقعی را تصدیق یا تکذیب کند بلکه میخواهد یکی از این مفاهیم یکی از این بخش ها را توضیح دهد فقط همین گونه به طور مثال اگر بخوایم برای شما مثال بزنیم دوستان این گونه میگوییم مثلا برای جمله امری مفهوم امر که میخواهیم یک مثال در حوزه جمله انشایی بیان بکنیم میگوییم چی درس بخوان وقتی میگوییم درس بخوان یک جمله انشایی است یا برای جمله پرسشی میخوایم یک مثال بزنیم که مفهوم پرسش را برساند چی میگوییم؟ میگوییم که آیا به شفاخانه رفتی؟ ای یک پرسش است، ای یک سوال است یا مفاهیم دیگر را بیان بکنیم مانند مثلا دعا در, در جلسه قبل در حوزه دعای خاطرتان باشد یک دعایی از خاش عبدالله انصاری برای شما مثال زدیم گفتیم چی؟ گفتیم خدایا خدایا عبدالله عمر بکاس ولی عذر نخواست نگاه کنید دوستان این میشهد یک دعا یا یک دعایی که شما میرید جای یک نفری دفاته یک کسی شرکت میکنید میگویید که خدا فلانی را رحمت کند خدایش بیامرزد خدایش رحمت کناد. این را وقتی بیان میکنید یک جمله دعایی است پس جملات دعایی پرسشی امر نه نفش، استفهام این جملات جملاتی هستند که در حوزه جمله انشایی قرار موقعیت دارند خب شاید عزیز وارد درس جدید شویم و درس امروز را آغاز کنیم بخش اول امروز ما در مورد یکی از نویسندگان و شاعران بزرگ در حوزه ادبیات است دوستان این شخصیت کسی نیست جز عباس محمود اقاد این شخصیت برجسته نویسنده و ادیب بزرگ متولد شهر اسوان مصر است که فی بین 1889 تا 1964 میلادی میزیسته و زندگی میکرده پایان دوره ابتدایی و متوسطه خود را در زادگاهش که در واقع همون شهر یا ولایت اسفانه است در کشور مصر سفری میکند و تحسین بسیاری از افراد مشهور را به همراه دارد از جمله اشخاص افرادی است مانند شیخ محمد عبدو که در واقع ستایش کرده این شخصیت بزرگ را در واقع عباس محمود اقاد را به خاطر شخصیت قوی و هوش بالایی که داشته است اگر خاطر دوستان باشد یکی از شخصیت هایی که در حوزه افغانستان بسیار بسیار مشهور است در حوزه سیاست در حوزه در واقع انقلابات کسی است به نام سید جمال افغانی میدانی که سید جمال الدین افغانی فردی است که به بسیاری از کشورها مسافرت میکند بسیاری از کشورهای اسلامی اندیشه را میگیرند و بر مبنای همین اندیشه دست به یک سری تغییرات و انقلاباتی میزنند به طوری که بسیاری از کشورها خاصه کشور عزیزمان افغانستان کشور همسایه ایران و کشور مصر به شدت متاثر از افکار سید جمال میباشد در حوزه کشور مصر دو نفر هستند که شاگرد سید جمال محسوب می شود یکی شیخ محمد عبدوس و یکی دیگر شیخ محمد یکی شیخ محمد عبدوس و دیگری عبدالرحمن کواکبی می باشد که این دو فرد به شدت متاثر از افکار سید جمال است و محمد عبدو شخصی است که محمود اقاد را ستایش می کند به سبب هوش سرشاری که دارد محمود اقاد توجه بسیاری از شخصیت ها را به خود جلب می کند و از سمت دیگر تحصیلات ابتدای خود را تا سن دهم اتمام بدد و ادامه نمی داد و شروع می کند به نوشتن کتاب های متعدد و متنوع و در کنارش به دنبال است که زبان های مختلف را یاد بگیرد زبان فرانسوی، انگلیسی و آلمانی را فرا میگیرد تسلط پیدا میکند و بسیاری از آثار آنها را مطالعه میکند به طوری که گفتند در زمینه ادبیات آلمانی ایشان بسیار بسیار شهرت پیدا کرده بسیار از آثار آلمانی را خوانده و تسلط کاملی بر کتابهای ادبی حوزه کشور جرمنی دارد و همه در واقع اندیشه ها تأثیر گذار بر افکار ایشان می شود و کتاب متعددی را با افکار نو و جدید می از جمله ویژگی های محمود اقاد است که علاوه بر شخصیت ادبی که دارد یک شخصیت رسمی است که در حوزه مناسبات شغلی که متناسب با سلیقه و علاقه ایشان می باشد نیز فعالیت می کند عضویت در انجمن زبان عربی قاهره در سنه 1938 میلادی انجمن زبان عربی دمشق و بغداد و عضویت در مجلس فنون ادبیات در سال 1956 میلادی از جمله مهمترین مناسب شغلی ایشان هستند که زبان زد آموخاس است در کنار بحث‌های مناسب شغلی که محمود اقاد بر عهده می‌گیرد دوستان در کنارش قلمزنی و قلم فرسایی و نوشتن مقالات و در واقع بسیاری از آثار ادبی در حوزه جراید بسیار بسیار مهم قلم داد می‌شد برای ایشان در نشریاتی چون الاهرام و البلاغ نیز آثار بسیاری تحت عنوان مقاله از ایشان نگارش یافته مهمترین موضوعات اشعار محمود اقاد را دوستان بیشتر عشق و طبیعت در بر دارد عشق در واقع مفهومی است که در اندیشه ایشان همان حسن سیرت و زیبایی های باطنی انسان است انسان و انسانیت در مرکز توجه افکارشان جای دارد و هر زمانی که از عشق صحبت می کند. از عاشقی صحبت میکند منظورشان مقصودشان همان باطنی ذهنی و زیبایی هایی که در درون انسان نهفته است را در واقع جلوگر می شود طبیعت هم یک مفهومی است که با معنای بزرگی آفرینش یا عظمت خلقت در اندیشهشان جلوگری می کند و یک تصور جدیدی از حوزه طبیعت در ذهنشان در واقع جلوگری می نگرش جامع به تاریخ اسلام و دقدقه های روز بشر از آنجایی که عباس محمود اقاد یک شخصیت مسلمان مصری است اگرچه مادر اشان کرد است و پدرشان اهل کشور مصر می باشد دقدقه اصلیشان اسلام است به مانند شیخ محمد عبدو به مانند عبدالرحمن کواکبی و به مانند استاد ایشان استاد استاد ایشان که در واقع سی جمال افغانی می باشد دقدقه ایشان دقدقه ای اسلام است دقدقه ایشان دقدقه ای کشورهای اسلام است که نوشته های ایشان گاهی گاهی نوشته های ایشان بسیار زبان گزنده پیدا می کند به خاطر نوشتن برخی از آثار برخی از مقالات باعث می شد که ایشان چندین سال در کشور مصر در کشور خودش زندانی باشد و از آن طرف دیگر زمان ایشان زیست می است که هیتلر در اروپا به قدرت میرسد و جنگ جهانی دوم را راه میاندازد ایشان هیتلر و اندیشه در واقع فاشیسم ایشان را به عنوان یکی از زنگهای خطر کشورهای اروپای قلمداد میکند و بسیاری از مقالات را بر ضد ایشان مینویسد وقتی که هیتلر به قدرت میرسد از بیم جان در واقع محمود اقاد از کشور خود فرانسه متواری میشود و به کشور دیگری مهاجرت می نماید در کنار دغدغه اسلام دارد اسلام برای اشان نقطه کانونی اندیشه اش قرار میگیرد که به دنبالی است که این اسلام و مسلمانان را از جایگاهی که در او دوره داشتن به مراتب باید سوق میدادند و یک جنبشی فی بین کشورهای اسلامی ایجاد میکردند تأکید بر نقش مسلحانی چون عبدالرحمن کواکبی و محمد عبدو در رشد ملت ها که برای شما دوستان توضیح دادیم پاسخگویی به نیازهای روز جامعه گفتیم که دقدقه ایشان دقدقه چی بود؟ دقدقه اسلام و دقدقه مسائل روز بود خب مسائل روز او دوره چی بود؟ جایگاه زن در اسلام یکی از مسائلی که بسیاری بسیاری در اسلام در حوزه کشور اسلامی هنوز که هنوز است در واقع محل بحث است است که جایگاه زن در جامعه اسلامی کجاست و از چه موقعیتی از چه حقوقی از چه مسئولیتی از چه انتظاراتی برخوردار می باشد و جامعه چگونه باید با زن در داخل خود رفتار بکند و چگونه به نیازهای زنان در جامعه پاسخ دهند دموکراسی در اسلام یک مفهوم غربی به نام دموکراسی موجود است با در واقع مفهومی به نام اسلام که چگونه میتواند دموکراسی در حوزه کشورهای اسلامی بازیگری کند و نقش ایفا کند و نقش سازنده دین و نقد مخالفان آن به طوری که که در واقع دین عزیزمان دین مبین اسلام همواره مورد تهاجمات بسیاری از افراد قرار گرفته بسیاری از افراد زبان تن یا زبان دوشام در واقع دین اسلام نگاه کرده و یک نگاه خسمانه همواره موجود بوده که عباس محمود اقاد به دنبالی است که به بسیاری از سوالات بسیاری از شبهات در زمره دین پاسخ بگوید و به دفاع از دین مبین اسلام میفردازد. و نگارش بیش از یکصد کتاب و مقاله درباره زبان و ادبیات و موضوعات اجتماعی از جمله آثاری است که ایشان از خود به جای میگذارند. خب میگوییم که دوستان یک ست مقاله و کتاب از عباس محمود اقاد مصری بر جای مانده است ولی از جمله آثار اشان در واقع ابقریه هفتگانه است که از اشان بر جای مانده ابقریه به معنای زندگی نامه یا همون بیوگرافی خودمان است شاگردای عزیز وقتی که از ابقریه یاد میکنیم به معنای زندگی نامه است حال اشخاص سرشناس چهره های در واقع مطرح دین مبین اسلام کسانی هستند که ابقریه را در واقع عباس محمود اقاد در مورد این افراد می نگارد و می نویسد خب ابقریه اولی که می نویسد زندگی نامه پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه می باشد مثل اون نور است که شرح بیست پیامبر را بیان می کند ابقریه صدیق ابقریه نورین عثمان ابقریه حضرت علی ابن عبی طالب علیه السلام ابقریه حضرت زهرا سلام الله علیها و ابقریه سید و شهدا حضرت حسین ابن علی در واقع مهمترین ابقریه هایی هستند زندگی نامه هایی هستند که توسط ای دانشمند مصری نگاشته و نوشته می شود خب عزیز به بخش دوم درس امروز رسیدیم بخش امروز ما قسمتی است از قواعد دستوری در ادامه انواع جمله به نام جمله بسیط یا جمله ساده خاطر دوستان اگر باشد در جلسه قبل در مورد جمله انشایی صحبت کردیم در جلسه قبل ترش در مورد جمله اخباری توضیح دادیم حال میرسیم به یک گونه دیگری تحت عنوان جمله بسیط که جمله ساده هم نام حال در تعریف آمده است که جمله بسید جمله است که در آن تنها یک فعل به کار رفته است نقطه سیقل نقطه قانونی تعریف چه دوستان تنها یک فعل خب موجودیت مشخصه اصلی جمله بسید است که فقط و فقط یک فعل دارد تنها از یک فعل تشکیل یافته است. خب وقتی ما میگوییم که جمله ای هست برایش مثال هم باید ذکر بکنیم. به طور مثال میگوییم چی؟ ما به مزار شریف میرویم. فعل جمله کدام شاگرد؟ آفرین. میرویم میشود فعل جمله ما. که چون یک جمله است، یک فعل به کار رفته است و جمله ما جمله ساده است. آیا اقاد در مصر به دنیا آمده بود؟ نگاه کنید دوستان آمده بود. اینجا میشود چی؟ میشود فعل جمله ما که در واقع نشان میدهد که این جمله هم یک جمله چیست؟ جمله بسیط است حالی یک نکته دوستان و اون نکته است که اگه خاطرتان باشد در جلسات قبلی گفتیم که ما جمله اخباری داریم جمله انشایی هم داریم جمله اخباری جمله است که قابلیت صدق یا کز قابلیت سعی قابلیت درست نادرست را دارد می توانیم جمله را بر مبنای او قضاوت کنیم حالی ما به مزار شریف می رویم می تواند یک جمله مثبت باشد می تواند منفی باشد درسته؟ می تواند درست باشد می تواند نادرست باشد پس ای این جمله در عین حالی که یک جمله اخباری هست یک جمله بسیط هم باشد یا جمله بعدی آیا اقاد در مصر به دنیا آمده بود این جمله یک جمله پرسشی است یک جمله سوالی است جملات سوالی یا پرسشی در زمره کدام جمله قرار گرفت؟ در زمره در دسته جملات انشایی بود جملات انشایی جملاتی بودند که مفهوم امر نفی نه استفهام دعا پرسش را میرساندن نگاه کنید شاگرد عزیز وقتی که این کلمات را این مفاهیم را میرساندن در زمره جمله انشایی قرار میگیره بعد بس جمله بسید یا جمله در واقع ساده ما هم میتواند ساده باشد که در ذات خود تنها یک فیل دارد هم میتواند اخباری باشد هم میتواند انشایی باشد این ویژگی جمله چیست و سال بسیط است خب کار خانگی جلسه آینده شما شاگرد عزیز جمله بسیط را تعریف کنید و مثال بزنید خب شاگردای عزیز دانش آموزای گل درس امروز در همین لحظه اتمام شد و پایان جلسه امروز میرسیم خسته نباشید مانده نباشید درس امروز یک درس زیبا در حوزه آشنایی با مشاهیر ادب بین الملل بود خب دوستان عزیز کانال ارتباطی ما را در فضای مجازی دنبال بکنید ۲۹۶ 780 255 ۴۱۳ آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما در این زبانان خوبان و شاگردان مهربان هستیم با ارائه نظر با سابسکرایب کردن با دنبال کردن با لایک کردن ما را خوشحال کنید و به ما قوت قلب بدهید عزیزان جان شما را تا جلسه دیگر به الله پاک مسپارم خداوند یار و نگهدارتان.